نوزدهمین روز اسفند ماه برابر با 9 مارس سال 1348 پیش از هجرت برابر با 725 پیش از میلاد، گشتاسپ شاه کیانی به آیین زرتشت گروید. سال 72 پیش از هجرت برابر با 551 میلادی، کار ساختن تالار تازه در کاخ سلطنتی تیسفون که به طاق کسرا شهرت یافته با شتاب به پایان رسانیده شد تا برای آیین‌های نوروزی آن سال آماده باشد. طاق کسرا تنها ساختمان مسقف باستانی جهان است که به صورت آزاد و بدون تکیه داشتن به عاملی دیگر بر سر پا باقی مانده است. سال 409 خورشیدی برابر با 1031 میلادی، سلطان مسعود غزنوی احمد حسن میمندی را به سمت وزیر اعظم خود انتخاب کرد. سال 628 خورشیدی برابر با 1250 میلادی، افتتاح کلیسای معروف نوتردام در پاریس که از نکات برجسته آن میتوان به نقش برجسته هایی که فضائل و رذایل را مجسم میسازد اشاره کرد. سال 832 خورشیدی برابر با 1454 میلادی، زادروز آمریکو وسپوسیوی ایتالیایی که قاره غربی به نام او قاره آمریکا نامیده شد. سال 1114 خورشیدی برابر با 1736 میلادی، تاجگذاری نادرشاه افشار و آغاز سلطنت افشاریه. سال 1174 خورشیدی برابر با 1796 میلادی، ناپلئون بناپارت که هنوز یک ژنرال بیش نبود با جوزفین که بیوهی با 2 فرزند بود ازدواج کرد. سال 1265 خورشیدی برابر با 1887 میلادی، گوتلیب دایملر مهندس آلمانی با کمک مهندس ویلهلم مایباخ در کارگاهش در منطقه بادن وورتمبرگ واقع در جنوب آلمان موفق به ساخت انجین بنزینی کاربراتوردار انفجاری شد و چون کوچک بود آن را به نوعی دوچرخه بستند و به این ترتیب نخستین موتورسیکلت جهان متولد شد. سال 1289 خورشیدی برابر با 1911 میلادی، به پیشنهاد ناصرالملک نایب السلطنه و تصویب مجلس شورای ملی، سپهدار تونی کابونی به رئیس الوزرایی انتخاب شد. سال 1300 خورشیدی برابر با 1922 میلادی، به فرمان سردار سپه جرایدی که به شدت به وی و حکومت نظامی اعتراض می کردند توقیف شدند. سال 1350 خورشیدی برابر با 1972 میلادی، ایران و آلمان در زمینه تأسیس شرکت‌های مختلف نفت به توافق رسیدند. سال 1362 خورشیدی برابر با 1984 میلادی، شهادت ناصر حاج حسین کلهر. سال 1370 خورشیدی برابر با 1992 میلادی، مرگ مناخیم بگین سیاستمدار و از پایه‌گذاران دولت اسرائیل.